میگه که اسم جلال، اسم الجلاله که اسم حی و قیومه به رئیشون، اگر این ذکرها به درستی انجام بشه، اون ذکر کننده هاتف هایی رو میشنوه، صداهایی از هر طرف میشنوه با تمام زبان های عجیب و اقوال قدسی. اون موقع دو اسم از این ذکرها ترک کنه و شب روز ذکر قیوم بکنه فقط، که خواب ازش میره. اون موقع یک هاتف میشنوه، یک صدا میشنوه که بهش میگد که بهش میگه که فمنون او امسک بغیر حساب. بعد از اون یعنی بگیر بدون حساب، مقصودش اینه که یعنی عطا براش نازل میشه. بعد از اون همه هستی بشنوید، در همه کون، همه هستی، همه اکوان میاد پیشش، میگن که ما به امر تو هستیم، ما در پیش امر تو هستیم، هر چه دلت میخواد با ما انجام بده. شد خدا آقا، تمام شد. با چند تا هو کردن، با چند تا ذکر کردن شد خدا، همه اکوان اومدن پیشش. و این مقام، مقام قطب فردانی است که خداوند اینجا دیگه اسم خدا رو میگیرن. یعنی چه عرض کنم، این مقام، مقام قطب فردانی است که خداوند به این مقام به مردم، به اهل دنیا روزی میده. و بعد از اون امتداد پیدا میکنه و انوارش و علومش به وطنی که اون به یک وطن میخ یا با این تقسیم بندی های صوفیانه که به یک که اقلیم از اقلیم های دنیا در دستشه، مثلا یک قاره، مثلا آسیا دست این، اینا اینجوری هند ها، مثل رافضیان که این قاره دست فلان وطدقش، فلان شیخه، اون قاره دست فلان شیخه، قاره ها رو تقسیم کردن در عالم هفارود. ولذا میگه قدر این اسما رو بدون که اسم الله العظمه، که اگر کسی دعا کنه استجابت میشه.